درخشش ایرانی ها در شطرنج همونطور که میدونید مسابقات مجارستان در حال برگزاریه و دو نماینده از ایران در این مسابقات حضور دارند پرهام مقصودلو و محمد امین تباتبایی دور اول تا سوم این مسابقات رو با هم پوشش دادیم و در دور چهارم شاهد درخشش این دو نماینده کشورمون هستیم که هر دو بازی رو با هم قرار امروز ببینیم درود خوش اومدید به چست تراپیست این ویدیو رو دفعه دومه که دارم رکورد میکنم دفعه اولی که این ویدیو رو گرفتم وقتی نگاه میکردم خودم حاضر نبودم تا آخرش رو نگاه کنم چون از نظر اجرا ضعیف بود و تفسیر بی داشتم به همین دلیل یک روز به خودم فرصت دادم و این ویدیو رو دوباره براتون دارم رکورد میکنم چون شما لایق بهترین هایید و باید یک محتوا با کیفیت رو تماشا کنید عاشقتونم بریم سراغ صفحه شطرنج و بازی اول محمد امین تبا تبایی در مقابل پیتر پرواسکای مجارستانی خب توی این بازی محمد امین با مهره سیاه بازی میکنه و حریفش با مهره سفید سفید بازی رو با حرکت دی چهار آغاز میکنه اسب f شیش سی چهار ای شیش اسب سی سه فیل بی چهار محمد امین تبا تبایی دفاع نیم هندی رو برای بازی خودش انتخاب میکنه که یک دفاع تیز و برنده است من خودم این دفاع رو خیلی بهش علاقه دارم اگر دوست داشتید آموزش دفاع نیمز و هندی رو براتون بذارم حتما توی کامنت ها به هم بگید ایسه قلعه فیلد ایس دی پنج حمله به مرکز آسه از فیل سوال میپرسه چی کار میکنی اسب رو میزنی یا برمیگردی اسب رو زده پیاده ها رو توی بازی دوب کرده محمد امین پیاده رو زده با فیل پس گرفته و سی پنج به مرکز سفید حمله کرده اسب اف و وزیر سی هفت فیل ای دو فیل برگشته و بی شیش میخواد فیل رو فینک دو کنه توی بازی محمد امین فیل بی دو و فیل بی هفت قلعه از طرف سفید و اسب دی هفت اسب دی دو محمد امین رخ رو فعال میکنه و آچار از طرف سفید ای پنج با یک زور دیگه داره به مرکز حمله میکنه وزیر بیسه و رخ ای 8 هر دو رخش رو توی بازی فعال میکنه رخ سی یک سفید هم متقابلا این کار رو انجام میده و از F هش آ 5 و محمد امین اینجا پیاده رو زده فعلا یک پیاده پیش افتاده توی بازی چون پیاده خودش دفاع داره و فقط با یک زور بهش حمله میشه اما حالا اسب سی چهار اسب سفید میپره و میاد سراغ پیاده آ 5 محمد امینم بیکار نمیشینه فیل دی 5 اسب رو به وزیر آچمز میکنه توی بازی وزیر سی دو حالا دیگه آچمز نیست اسب میتونه یک مهاجم باشه برای پیاده اسب جی 6 از خیر پیاده میگذره محمد امین با رخ پس گرفته اسب ای چهار اسب رو به خونه مرکزی میاره و رخ یک سفید رخ های خودش رو توی ستون آد دوبل میکنه و میبینید که این پیاده هم زیر ضربه ببینیم چه اتفاقی افتاده محمد امین تبا تبایی دو بار در مرکز پیاده ها رو تعویز میکنه و میبینید که با یک زور دیگه هم حالا داره به این پیاده حمله میشه اسب اچ چهار محمد امین کاری برای این پیاده نمیتونه بکنه توی بازی پیاده رفتنیه و طرح خودش رو توی بازی ادامه میده سفید اف 3 بازی کرده به اسب نشسته اسب به خونه جی 5 رفته و توی حرکت بعدی میبینید برتری جزئی داره سفید توی بازی به خاطر اینکه یک پیاده در انتهای شاخه میتونه پیش بیفته و حرکت‌های خوب داره اینجا وزیر سیسه حرکت خوبیه که فشار رو به این پیاده هم توی بازی بیشتر کنه اما اینجا حرکت اشتباه رو نمیشه گفت بیدقتیه این حرکت که برتریش رو اینجا از دست میده سفید و بازی به تا... کامل متعادل میشه اینجا باید حرکت وزیر سیسه رو بازی میکرده سفید یک شاخه جذاب وجود داره این پیاده فعلا فشار زیادی رو داره تحمل میکنه اسب در افسه به همراه کیش با پیاده پس بگیره و فیل در سی چهار یک شاخه جالب رو بهتون نشون میدم بعد شاخه ای که بهترین شاخه هست رو بهتون نشون میدم اینجا اگر که با فیل بزنه توی فیل محمد امین پیاده بعدی رو به همراه کیش میزنه فرض کنید شاه اف یک بازی بشه اینجا جاییه که وزیر در فیل بازی میشه به همراه کیشه و باید با وزیر بزنه و اسب دی کیش وزیر و شاه رو توی بازی چنگال میکنه شاه اف دو اینجا وزیر رو میزنه و در انتهای این شاخه این پیاده هم از دست میره و به یک آخر بازی به نسبت مساوی میرسیم که سیاه سه پیاده داره و سفید دو پیاده و بقیه متریال ها مساوی هم توی بازی و این آخر بازی سفید میتونه مساوی بگیره اما بریم ببینیم اینجا چه اتفاق خوبی برای سفید میتونسته بیفته اینجا حرکت خوب زدن فیل نیست اینجا اگر حرکت رخ جی پنج رو بازی میکرد سفید که میبینید فشار خیلی زیادی رو داره به این پیاده وارد میکنه اینجا بهترین حرکت برای سیاه زدن فیل وزیر در رخ و میبینید تهدید مات این اسب زیر ضربه و فعلا نمیتونه فیل رو بزنه محمد امین باید جلوگیری کنه از مات اینجا میتونه رخ سی پنج بازی کنه حمله به فیل حمله به وزیر توی بازی و توی این شاخه یک تاکتیک جذاب وجود داره اونم اینه که محمد امین اینجا فیل رو میتونه بزنه و رخ وزیر رو میزنه در انتها اسب در اف کیش باز هم میبینید وزیر و شاه توی بازی چنگال میشن شاه f 2 وزیر رو میزنه با پیاده پس میگیره و فیل h5 اینجا میتونه پیاده خونه آهف رو هم سفید بزنه و باز هم به یک آخر بازی میرسیم که اینجا سفید دیگه بهتره پس این شاخه رو باید پیدا میکرده سفید توی بازی دو تا رخ داره توی بازی و یک پیاده رونده داره دو پیاده سفید داره سه پیاده سیاه اما در ازاش اینجا یک قربانی تفاوت عقب سیاه این شاخه رو پیدا نکرده بهتون نشون دادم حرکت رخصی پنج رو بازی کرده وزیر ای هفت و رخ آ پنج از طرف سفید حالا رخ رو توی ردیف پنجم دوبل کرده و این فیل قابل دفاع نیست توی بازی فیل بخواد جا به جا بشه اسب قابل دفاع نیست توی بازی اما ایول بار رو میبینید مساوی داره نشون میده وضعیت رو به خاطر اینکه یک تاکتیک خیلی جذاب برای محمد امین تباتبایی طبع وجود داره که توی بازی هم این اتفاق رو رقم زده اسب در F3 به همراه کیشه اینجا با فیل اسب رو زده تا اینجا محمد امین یک پیاده زده و یک اسب از دست داده توی بازی فیل در افسه بازی کرده محمد امین و شاید براتون منطقی باشه که اینجا باید پیاده بزنه توی فیل اما سفید بازی رو واگذار میکنه به خاطر حرکت اسب در پیاده به همراه کیش شاه F1 اسب در دی 4 حالا باید این فیل رو اه... که سیاه زده رو پس بگیره توی بازی دیگه باید با پیاده بزنه توی اسب و توی این شاخه میبینید ستون ای برای سیاه هیولاس وزیر یکی شاه فقط میتونه به خونه جی دو بره توی حرکت بعدی وزیر سفید توی بازی از دست میره پس اینجا دیدیم نمیتونه فیل رو بزنه توی بازی حرکت وزیر اف دو رو بازی کرده که حرکت خوبیه فیل برگشته کامل به عقب و توی این شاخه دیدیم که محمد امین تبا تبایی یک پیاده هم جلو افتاد اما موقتی این پیاده هنوز زیر ضربه توی بازی اینجا اول به وزیر نشسته وزیر جا به جا شده حالا فشار رو توی این قطر ببینید شما که اسب فیل و وزیر چه فشاری دارن به این پیاده وارد میکنن سفید تصمیم گرفته پیاده رو بزنه و حرکت خیلی خوب رو محمد امین تبا تبایی پیدا کرده حرکت وزیر بی کیش پیشنهاد تعویز وزیرها توی این شاخه اجباریه پس گرفته و این پیاده رو میبینید که ضعیفه حالا باز محمد امین یک پیاده توی بازی جلوه فیل دی پنج فیل دوباره برگشته رخ در ای هش بازی شده یه جفت از رخ ها توی بازی تعویز شدن و اسب دی شیش حمله به رخ رخ دی هش حمله به اسب و حرکت رخ سی هفت رو سفید بازی کرده شاید براتون سوال باشه چرا از اسب خودش دفاع نمیکنه؟ اینجا اگر اسب رو بزنه ایول بار جواب سوالتون رو میده توی ارز آخر سیاه مات میشه پس نیازی نیست فعلا از اسب خودش توی بازی دفاع کنه فیل ایشیش بازی شده جلوی مات شدن تو خونه سی هش رو گرفته این فیل حالا اسب زیر ضربه باید جابجا جا بشه جا سفید اسب رو همچنان جابجا نمیکنه حالا اگر اسب رو بزنی منم اسب تو رو میزنم سیاه اسب رو جابجا جا کرده سفید هم اسب خودش رو برداشته حمله به رخ رخ آهش، 8 اسب C5 حمله به فیل توی حرکت 39 نهم بازی هستیم و میبینید که سفید یک دقیقه فقط فرصت داره و محمد امین تبا طبع تبایی دو دقیقه و سی ثانیه تقریبا فرصت داره اما توی حرکت 39 نهم بازی هستیم و اول اینو بگم که به ازای هر یک حرکت دو بازیکن سی ثانیه پاداش زمانی میگیرن و در درجه دوم به حرکت چهلم بازی که برسیم سی دقیقه به وقت دو بازیکن اضافه میشه یعنی سی دقیقه اکسترا تایم میگیرن و آخر بازی رو فرصت برای فکر کردن کافی دارن الان حرکت سی و نهمیم زمان رو شما ببینید سیاه هم حرکت سی و نهمش رو انجام داده و حرکت چهلم سفید سی دقیقه به وقتش اضافه شده حرکت چهلم سیاه سی دقیقه هم به وقت سیاه اضافه شده و این بازی 91 حرکت به طول انجام میده و هنوز به وسط های بازی هم نرسیدیم یک آخر بازی خیلی جذاب رو در پیش داریم بریم با هم این آخر بازی رو ببینیم دو بازی کن مهره ها رو توی بازی دارن شافل میکنن محمد امین تبا تبایی دنبال یک فرصت چون یک پیاده توی بازی بیشتر داره و اگر یک فرصت پیدا کنه میتونه این آخر بازی رو در بیاره دنبال فرصت میگرده مهره ها رو شافل میکنن دو بازی کن ببینه آخرش چیزی ازش در میاد یا نه همینطور مهره ها شافل میشن جای مهره ها رو میخواد بهتر کنه ببینه در نهایت چه کار میتونه بکنه توی این لحظه محمد امین تبا طبع حرکت جی 5 رو بازی کرده و حمله خودش رو از جناه شاه با پیاده های خودش میخواد آغاز کنه توی این لحظه سفید از دیسه بازی کرده حرکت بدی هم نیست حرکت خوبیه و محمد امین پیاده بعدی رو هم زده اما بیاین توجه کنید شاید براتون سوال بشه اگر پیاده رو بزنه چه اتفاق میافته حرکت بدی نیست برای سفید اما از این ترس داره که سیاه دو پیاده رونده داره توی بازی و این اتفاق ترسناکیه برای سفید و وارد این شاخه نشده سفید چون متوقف کردن این دو پیاده یک مقدار توی بازی سخته بذارید ببینیم چی شده اسب دیسه بازی کرده محمد امین پیاده رو زده درسته یک پیاده جلو افتاده توی بازی اما الان میبینید ساختار پیاده سیاه به هم ریخته پیاده های ستون اچ دوبل شدن و بریم توی ذهن سفید ببینیم چه اتفاقی میفته سفید میتونه این آخر بازی رو مساوی کنه توجه کنید اسبها ها توی بازی تعویز شن روخ ها توی بازی تعویز شن فیل ها هم توی بازی با هم تع... البته فیل های ناهم رنگ. تصور کنید این فیل با این اسب توی بازی تع... تعویز شه این اسب عصب... این اسب با این فیل توی بازی تعویض شه روخا هم با هم تعویز شن این پیاده هم با این پیاده توی بازی تعویض شه و به یک آخر بازی برستیم که کلا چهار تا مهره وجود داره شاه سفید شاه سیاه و این دو پیاده این آخر بازی مساویه با اینکه سیاه دو تا پیاده توی بازی داره کافیه شاه سفید بره توی خونه اچ 1 همونجا قرار بگیره این دو پیاده هیچ وقت قرار نیست توی بازی وزیرشن و اون آخر بازی مساویه پس حرکت بدی نیست اینجا یک قربانی پیاده سفید داده بریم سراغ بازی ببینیم چه اتفاقی افتاده شاه ایسه و این پیاده از دست رفته توی بازی فیل به خونه بی 5 رفته حمله بروخ رخ بیشیش بازی کرده و اسب توی بازی داره از دست میره اما اینجوری نیست که محمد امین اینجا یک اسب توی بازی برندشه بخواد اسب رو هم زده توی بازی اما بعد از حرکت فیلدی چهار این رخ توی ردیف پنجم جایی نداره میبینید که این دو خونه توسط فیل کنترل میشه و این دو خونه توسط پیاده توی بازی کنترل میشه و فیل باید جا رخ باید جابجاش توی بازی رخ سی یک بازی شده و فیل توی بازی از دست رفته پس در ازای اسب اینجا فیل رو تونست بزنه اچ فیل ای 5 محمد امین تبا طبع تبایی کیش داده میبینید پیاده ی بعدی رو هم داره میزنه شاه به خونه اف 2 اومده توجه کنید اینجا چرا شاه بالا نمیره اگر شاه به این سمت بره که این پیاده میره و وزیر میشه چون قطر فیل رو میبنده اگر که به این سمت بره شاه توی بازی چه اتفاقی میفته اسب افسکی شاه هر جا بره مهم نیست این پیاده میره و وزیر میشه و سفید نمیتونه جلو وزیر شدن رو بگیره در نهایت بعد رخ رو توی بازی فدا کنه بس نمیتونه شاه بالا بره به همین دلیل شاه اف 2 بازی کرده به رخ نشسته رخ زده توی پیاده فیل B8 همچنان اگر این مهره ها توی بازی تعویز شن این آخر بازی مساویه اما خب قطعا محمد امین تبا طبع این اجازه رو نمیده که همه این مهره ها رو سفید تعویز کنه حرکت هفتادم بازی هستیم بریم سراغ بازی ببینیم چه اتفاقی افتاده محمد امین حالا شاه خودش رو هم توی بازی داره فعال میکنه و مهره ها رو شافل میکنن محمد امین دوباره دنبال یک فرصت توی بازی تا بتونه برتری خودش رو به دست بیاره دو بازی کن مهره ها رو جابجا جا میکنن و توی این لحظه محمد امین پیاده خودش رو یک خونه دیگه به جلو میبره و فقط یک خونه مونده تا ادونس شه این پیاده اما حالا میخوام شاخه های جذاب این لحظه رو بهتون نشون بدم اول از همه میبینید رخ زیر ضربه اسب زیر ضربه، همه مهره های سیاه زیر ضربه حتی این پیاده توی بازی اینجا بهترین حرکت زدن رخ در پیاده است اما این آخر بازی کاملا بازنده است برای سفید اگر با رخ بزنه توی پیاده اینجا اسب جی چهار شاه و رخ رو توی بازی چنگال میکنه و مهم نیست شاه کجا بره این آخر بازی با یک پیاده اضافه و یک قربانی تفاوت سیاه خیلی راحت این آخر بازی رو میبره ببینیم چه اتفاقای دیگه میده اینجا پر از اتفاقه اگر که فیل بخواد اسب رو بزنه اینجا رخ از دست میره این فیل محافظ رخ هم بوده و این پیاده توی حرکت بعدی وزیر میشه نخواد وزیر شه باید فیل رو هم فدا کنه توی بازی این آخر بازی هم کاملا برنده است ببینیم چه اتفاق دیگه میتونه بیفته حرکت رخ در B4 رخ سیاه رو بزنه اینجا حرکت وزیر H1 پیاده رو ارتقا میده و به وزیر تبدیل میکنه درسته که اینجا اسب هم توی بازی از دست میره توی این شاخه اما این آخر بازی هم کاملا برنده است برای سیاه وزیر رو مر... به مرکز صفحه میاره یه پیاده دیگه هم داره که میتونه وزیر کنه و پر از کیش هاییه که میتونه مهره ها رو چنگال کنه توی این وضعیت پس این شاخه هم بازنده است بریم ببینیم چی کار کرده سفید حرکت رخ H سه رو بازی کرده توی بازی که حرکت جالبیه نخواست روخا رو تعویز کنه نخواست پیاده رو هم بزنه چون چنگال میشه محمد امین تبا تبایی کیش داده شاه ای سه روخ بی سه کیش شاه ای چهار و این حرکت اشتباه بوده شاه ای چهار شاه باید برمیگشته به خونه F2. حالا رخ دیسه باید بازیشه اینجا شاه جی دو رخ دی دو کی شاه اچ یک اسب جی چهار از پیاده خودش یک بار دیگه دفاع میکنه و بهترین حرکت هم اینجا زدن پیاده است مثلا تصور کنید با فیل بخواد بزنه این فیل محافظ خونه اف 2 بود حالا اینجا با اسب دوباره مهره ها رو چنگال میکنه شاه جا به جا بشه هر جا میخواد بره مهم نیست این آخر بازی هم سیاه میبره یا حتی اینجا میتونه با فیل نزنه مستقیم با رخ بزنه باز هم این آخر بازی به نفع سیاهه اما حرکت شاه اف 2 بازی نشده توی بازی بازی هم میشد باز هم سیاه میبرد بهتون نشون دادم حرکت شاه ای چهار بازی شده که باعث میشه سیاه زودتر این بازی رو ببره اما محمد امین تبا طبع حرکت رو پیدا نکرده اسب F7 بازی کرده و برتریش رو اه... کامل که نه ولی اون برتری که میتونست رو از دست داده اینجا محمد امین تبا تبایی باید حرکت H4 رو توی بازی پیدا میکرده حرکت خیلی خوب و توی این لحظه سفید توی زیگزوانگ و اصلا حرکت خوبی نداره هر حرکتی انجام بده به ضررش توی بازی تموم میشه و یه نفر برام کامنت گذاشته بود چرا میگی زیگ زوانگ بگو زور فرما معادل فارسیش رو به کار ببر استاد من اگر واژه زور فرما رو به کار بردم همین مخاطبا با چوب میافتن دنبال اما احساس میکنن دارم بهشون فرش چیزی میدم و اصلا معادل خیلی عجیبی زور فرما یعنی چی؟ همون زیگ زوانگ رو ما میگیم اینجا ببینیم چه اتفاقی میفته اگر که بخواد رخ بزنه توی H2 اینجا با پیاده میزنه توی فیل همچنان رخ زیر ضربه و توی حرکت بعدی اسب رو هم بر میداره و این آخر بازی با یک فیل کمتر و یک پیاده بیشتر برای سیاه کاملا بازنده است پس نمیتونه این پیاده رو بزنه با فیل هم بخواد پیاده رو بزنه رخش توی بازی از دست میره این آخر بازی هم کاملا برنده است بالا هم بره همین اتفاق میفته اما اگر بخواد با رخ بزنه توی پیاده بالایی و اینجا اگر فکر کنه با رخ میزنه توی فیل بعد این پیاده رو هم میزنه یه جورایی میتونه این آخر بازی رو مساوی کنه درسته یک اسب بیشتر داره اما اگر رخ رو توی بازی تعویض کنه یک اسب نمیتونه شاه رو مات کنه و این آخر بازی مساویه اما اینجا حرکت خوب داره سیاه حرکت رخ B کیش شاه باید جابجا جا بشه خونه ایسه روخ تعویز میشه توی بازی و پیاده میره و وزیر میشه که این آخر بازی هم کاملا بازنده است پس اینجا توی زوان گیر کرده و سفید و هر حرکتی رو انجام میداد بازنده بود اما محمد امین تبا پیدا نکرد حرکت رو و با اسب به رخ نشسته رخ پیاده رو زده از خیر فیل خودش گذشته توی بازی اینجا توی این لحظه حرکت جذاب باز هم وجود داره اینجا اگر که با رخ میزد توی فیل نمیتونه سفید پس بگیره چون باز هم میرفت و وزیر میشد اما الان شاه کیشه این شاخه رو فراموش کرده بودم اینجا با اسب میتونه جلوی شاه رو بگیره و دیگه سفید نمیتونه برگرده پشت پیاده چون اسب داره خونه اجزه رو کاور میکنه رخ به پایین هم که نمیتونه بیاد چون پیاده داره خونه G1 رو کنترل میکنه و نمیتونه این آخر بازی رو میبازه باز هم توی حرکت بعدی وزیر میکنه سیاه حتی نمیتونه رخ رو در ازای این پیاده قربانی کنه فرصتش رو نداره اما اینجا این حرکت رو انجام نداده اسب در G5 بازی شده رخ در H2 از خیر فیل گذشته فیل رو زده محمد امین رخ آ و رخ میخواد بره از پشت کیش بده و شاه به خونه H5 میاد و توی این لحظه پیتر پرواسکا از بازی انصراف داده چون کاری هم نمیتونه انجام بده تصور کنید این رخ میخواد بیاد کیش بده شاه تو خونه G4 در امانه و دیگه سفید کیشی نداره این پیاده داره میره و وزیر میشه و محمد امین تباتبایی یک برد خیلی شیرین رو تونست به دست بیاره میدونم آنالیز این بازی یک مقدار طولانی شد اما شاخه های خیلی جذابی وجود داشت که دوست داشتم اون شاخه ها رو بهتون نشون بدم بریم سراغ بازی دوم بازی دیگر نماینده ای ایرانی در این تورنمنت پرهام لو البته این بازی خیلی طولانی شد اما اون بازی رو سعی میکنم زودتر تموم کنم کامنت خیلی خاصی راجع به اون بازی ندارم اما اون بازی رو با هم میبینیم این که میگم برای این بازی خیلی کامنت خاصی ندارم به خاطر اینه که هر دو بازیکن بهترین حرکت ها رو پیدا میکردن توی بازی و شاخه های عجیب غریب یا قرار نیست بهتون نشون بدم و در واقع معادل فارسیش رو نمیدونم اما به انگلیسی میگن سالید گیم یعنی یک به فارسیش میشه بازی جامد اما بازی جامد اصلا یک واژه اشتباهه بازی که دو بازیکن بهترین حرکت ها رو انجام میدن و به این شکل بازی جلو میره بریم بازی پرهام رو هم با هم ببینیم پرهام هم توی این بازی با مهره سیاه بازی میکنه و حریفش ماکسیم ماتلاکوف روسیه میبینید که اینجا پرچم روسیه رو نشون نداده و یک پرچم سفید که پرچم فیده هست رو نشون میده به خاطر جنگ با اوکراین پرچم روسیه رو چست کام نشون نمیده اینم توضیح بود که دوست داشتم بهتون بگم خب گشایش انگلیسی رو سفید انتخاب کرده توی بازی Gس 3 D5 فیل G2 D4 پیاده رو رونده پرهام اسب F3 حمله به پیاده اسب C6 قلعه اسب اچ 6 ایسه و فیل E7 فیل رو گسترش داده d و قلعه پرهام هم توی بازی قلعه رفته اینجا پیاده رو زده سفید اما پرهام پس نگرفته با اینکه میتونه پس هم بگیره حرکت اسب F5 رو انجام داده با دو زور با سه زور الان داره به پیاده حمله میشه پیاده رو رونده پیاده رو زده اما سفید دیگه پس نگرفته دیگه به خاطر اینکه سیاه هم میتونه پس بگیره در انتهای شاخه یک پیاده ایزوله داره سفید که میتونه بعدا تارگت بشه توی بازی از سیسه بازی شده اجازه داده پرهام پیاده رو بزنه حالا دیگه این پیاده ایزوله نیست میتونه دفاعش ازش از دیشیش پیشنهاد تعویض وزیرها رو رد کرده پرهام وزیر ای دو و رخ ای هش اسب دی پنج و رخ به خونه و فیل به خونه اف هش رفته به وزیر نشسته رخ و با فیل از وزیر دفاع کرده اسب اف پنج رخ دی یک تعویز شده و دو بازیکن کن حرکات خوب رو توی بازی دارن انجام میدن یه دونه از ترها میتونه حرکت فیل اچ باشه که این فیل رو توی بازی بزنه درهای دیگه ای هم وجود داره اسب ا4 فیل جی 4 حمله به رخ رخ جابجا جا شده اسب به وزیر نشسته و اینجا با اسب نزده توی اسب به خاطر اینکه فیل سیاه رو فعال میکنه توی بازی و این فیل میاد و به رخ میشینه همزمان با اسب نزده وزیر رو جابجا جا کرده سی شیش. حمله به اسب باز هم نزده اسب به خونه F4 رفته G5 دو اسب سفید توی بازی چنگال شدن اما تاکتیک برای سفید مجدد وجود داره و اینجا پرهام نمیتونه یک اسب جلو بیفته اچ سه بازی کرده سفید و تصور کنید اینجا پرهام میخواست فیل خودش رو توی بازی نجات بده همچنان دو اسب توی بازی زیر زربن حرکت اسب اچ 5 حرکت قوی اینجا اگر اسب رو بزنه اسب میاد کیش میده شاه باید دیگه از اینجا به بعد فرار کنه شاه اف 7 وزیر خیلی فعال میشه توی بازی شاه باید به خونه ای بیاد و بعد از اسب ای 4 سیاه باید از بازی انصراف بده چون خونه فرار شاه رو هم این اسب داره کنترل میکنه و هر حرکتی انجام بده سیاه مات میشه مثلا اینجا باید یکی یکی مهره ها رو توی بازی قربانی کنه مثلا تصور کنید یک حرکت نرمال وزیر دیشیش بازی بشه اینجا وزیر F5 کیش میده سفید راه فرار نداره شاه شاه باید فقط به خونه E7 بره توی حرکت بعدی مات میشه پس این شاخه ای نیست که پرهام بخواد وارد شه الان زیر ضربن اینجا اسب رو هم زده اما اجازه داده سفید فیلش رو بزنه توی بازی سفید فیل رو زده پرهام پیاده ی بعدی رو هم زده آسه حمله به اسب اول ای دو بازی کرده حمله به رخ رخ جا به جا شده وزیر دی هفت بازی کرده همچنان میبینید که این اسب توی بازی زیر ضربه اما قطعا سفید دلش نمیخواد این اسب رو بزنه به خاطر اینکه باز این فیل توی بازی فعال میشه به رخ میشینه رخ جا به بشه پیاده میره وزیر میشه و سفید مشکلات عدیده ای داره باید رخ رو فدا کنه اینجا به همین دلیل توی این لحظه بعد از حرکت وزیر دی فیل به خونه ای چهار اومده داره مدافع پیاده رو بلاک میکنه همچنان اسب رو هم نزده اسب جا, جا, جا به جا شده و پیاده رو توی حرکت بعدی سفید زده میبینید مساوی داره بازی جلو میره ایول بار رو اگر ببینید اسب سی پنج حمله به فیل اسب F5 رخ E5 و B4 حمله به اسب اسب جابجا جا شده حمله به رخ رخ جابجا شده و A5 اینجا پیاده ها تعویض شدن توی بازی دوباره به فیل نشسته اسب فیل جابجا جا شده و وزیر ایشیش از طرف پرهام مقصود لو بازی شده تهدید هم دوبار تعویض تو خونه ای 2 وزیر دیسه بازی شده، از رخ خودش یک بار دیگه دفاع کرده اسب جابجا شده. یه دونه از رخ ها تعویز شدن، به وزیر نشست نشسته اسب جابجا شده و رخ آ چهار از طرف پرهام بازی شده، وزیر دی چهار و وزیر سی چهار از طرف پرهام پیشنهاد تعویز وزیر ها داده توی بازی و توی حرکت بعدی. رخ F4 بازی کرده که یک حرکت اشتباه بوده و برتری رو توی بازی به پرهام میده به خاطر که پرهام میتونه پیاده رو بزنه و یک پیاده توی بازی جلو بیفته توی این لحظه بهترین حرکت وزیر d بوده سفید هم بازی متقابل برای خودش بسازه از این پیاده بگذره این پیاده رو به دست بیاره و حمله خودش رو از این سمت ادامه بده اما رخ F4 از وزیر دفاع کرده پیاده رو از دست داده اسب H6 کیش شاه G7 اسب F5 کی شاه F7 و دیگه کیش عجیب غریبی نداره وزیر D1 بازی کرده و پرهام مقصود لو حرکت وزیر D3 رو بازی کرده و توی این لحظه توی حرکت چهل دوم سفید از بازی انصراف داده این بازی خیلی میتونست بیشتر ادامه دار بشه بهترین اتفاقی که میتونه بیفته تعویز مهره هاست برای سفید حتی وزیر ها تعویز شن رخ هم بزنه با از پس بگیره رخ ها هم تعویز شن توی بازی ایول بار رو میبینید اینجا حتی مثبت یک هم نیست برای سیاه به خاطر اینکه فقط یک پیاده عقبه اما اینطور نیست این پیاده هم توی بازی زیر ضربه و قابل دفاع نیست برای سفید نهایتا میتونه اسب رو بذاره جلوی پیاده که میتونه تعویزش کنه و بعد با شاه بیاد بزنه در انتهای شاخه دو پیاده رونده داره پرهام مقصود لو اما سفید هنوز خیلی جا برای دست و پا زدن داشت، میتونست خیلی راه ها رو امتحان کنه. مثلا اسب خودش رو در ازای این دو پیاده فدا کنه و فیل های ناهمرنگ توی بازی هستن. درسته یک اسب سیاه بیشتر داره، اما جا برای دست و پا زدن داشت. اما توی همین لحظه گفته خب این بازی رو که دارم میبازم و از بازی انصراف داده و ادامه نداده بازی رو و پرهام مقصود لوهم تونست یک برد شیرین رو به دست بیاره. جدول نتایج هم براتون روی تصویر به نمایش در میاد. میتونید نتیجه ها رو هم ببینید پراگناندو بازی چهارم خودش رو هم با اقتدار پیروز شد و همچنان در صدر جدول قرار داره بازی بعدیش با محمد امین تبا طبع تباییه باید ببینیم اون بازی چه اتفاقی میفته امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت کافی رو برده باشید اگر از ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید و اگر به شطرنج علاقه مندید کانال من رو سابسکرایب کنید تا جامعه رنجمون گسترده تر شه. من کیانم و توی ویدیوی بعدی